تنش‌های در واقع یک محاسباتی مربوط به زاویه انجام بدیم، ما میایم اونو در به همین شکل خیلی راحت میایم فرمولش رو قرار میدیم. حالا بعدا من اینو میتونستم به صورت متغیر قرار بدم که دیگه لزومی نداشته باشه اینجا من بیام دستی اینو مقدار تغییر بدم، فقط جایی که متغیر رو تعریف میکردم اونجا قرار میدادم و تعریفش میکردم. فرضاً همین چیزی که حالا در ادامه من میگم، من در خارج از اون فرضاً من میخوام نسبت تنش ها رو محاسبه کنم، میام میگم که یک منهای سینوس فی ضرب در تنش های قائم میشه تنش افقی من، چیزی که من اگر اینجا اجرا کنم همین نسبت کا یا هم کائنات برای من محاسبه میشه، چون اینجا ماستی گریت دادم نسبت بر حسب درجه هم به دست میاد. خب یا گاهن پیش میاد که شما نمیخواید این متغیر رو، حالا چیزی که گفتم نمیخواید دستور یا اون تابع فش رو تغییرش بدید، اینو میخوای یه جایی قرار بدی. فرضاً اینجا من اینو قرارش دادم در این فاصله چری دستورها رو نوشتم، حالا هر مقدار که باشم اصلی یا متغیر فش، بعد از اون من میام اون رو فراخوانی میکنم، میگم که کا یا هم نسبت کا کائنات من برابر یک منهای سینوس یا هم مسینوس فی که اگر ضرب در مد دیگریدش کنم برای من تبدیل به درجه میشه. من اگر این رو اجرا کنم برای سین باید نسبت نیم رو برای من بده فکر کنم، اگر کا رو بخوام بله کا نسبت نیم میده چیزی که سینوس اف 30 درجه داره، کا صفر رو صفر چون من عنوان تابع هست و اینکه فی هم یک متغیر در واقع اضافی هست میتونست، چون الان من در داخل این داخل خارج از تابع فش استفاده کردم لازمه که اینجا من گلوبال بنویسم، اگر ننویسم دیفالت همینه، ولی خب گلوبال رو بنویسید که ارور برای شما نمایش داده نشه، یا هر تابع دیگری که مربوط به ریاضیات باشه، همین چیزی که من بالا نوشتم همین فی که اینجا من میخوام اونو به توان دو برسونم. فرضاً معادلات مثلثاتی، معادلات ریاضی، این W برای من اومد 25 صدم، که همون 5 دهم به توان دو میشه 25 صدم. خب بیایی که بیام روی فرضاً یک دایره بچرخم، فرضاً من میخوام که اینو ببینید، یک بردار میتونم میخوام تعریف کنم، میخوام بگم که یک بردار رو محاسبه کنه روی یک تا بر اساس زاویه، بر اساس یک زاویه، فرضاً میخوام ببینم که زاویه 30 درجه چه نسبتی رو با 0 و 0 داره یا بردارش چجوریه. اینو ببینید من نوشتم فیش دیفاین آرک، چیزی که عنوان دلخواه هست، من عنوان هر عنوانی که میتونستم خواست میتونستم بذارم، بعد از اون متغیرم رو تعریف کردم، گفتم که یک متغیر بساز عنوانش رو مگ یا در واقع همون مگنیتیود آرک یا هم محاسبه آرک محاسبه کن، وکتور بردار باشه نوع من، اگر من از اینتیجر قرار میدادم باید یک مقدار رو، اگر فلوت و دات فلوت و اینا، چون اینجا وکتور قرار دادم وکتور رو برای من محاسبه میکنه، در راستای مؤلفه x چیز معمولیه یه کوسینوسش میشه، اگر یک بردار رو تو فضا داشته باشم نسبت به بردار مختصاتی کوسینوسش میشه همون مقدار. الان اینجا بر حسب اگر من اینجا اینو تبدیلش نمیکردم به درجه یا همین بالا، الان من اینجا که دارم استفاده میکنم بر حسب در واقع گرادیان برای من به دست میاد، دقت داشته باشید اینجا چیزی که من سی نوشتم اینجا بر حسب رادیان است، اگر قرار این بر حسب درجه به دست بیاد من اینو جایگزینش کنم چیزی در حد درجه به دست بیاد برای شما، و اینجا هم همینطور. بعد از اون میگم که راستای وای من صفر باشه و در راستای زد، یعنی یه چیز صفحه‌ای که در صفحه یک برداری که در صفحه XZ داره میچرخه، من اگر زاویه رو تعیینش کنم دیگه برای من محاسبات رو انجام میده، دقت داشته باشید بردار چیزی که بردار برای من نشون میده 8 دهم و مقدار 0.5 دیگه یه چیز معمولیه دیگه، درسته چون سینوس 30 درجه برای راسته وایش میشه میشه نیم، برای اون حالت کوسینوسش 80 خورده میشه دیگه، درسته کار دیگه ای ندید. خب چیز دیگه ای که ما بخوام تعریف کنیم مربوط به کدنویسی فش در واقع متغیرها یا بگیم روابطی هستن که از پیش تعریف شدن برای برای کدنویسی فش. اولی چیزی که هست تحت عنوان علقه لوپ که با لوپ شروع میشه و با اند لوپ هم بسته میشه، دقت داشته باشید دیگه از این به بعد شما این روابط رو فرضاً لوپ و اند لوپ رو نمیتونید در بیرون استفاده کنید، 100% باید داخل یک کدنویسی تابع باشه، اگر هم قرار اینجوری باشه
شما باید از متغیرهای اضافی که بعد اند لوپ رو نمیتونید در واقع قرار بدید استفاده کنید. چیزی که من توی تمپ به شما گفتم، ببینید اینجا، البته این حالتی که داخل فش بود، من اگر تعداد متغیرهای تعداد دستورهام زیاد باشه بخوام خارج از کدنویسی فش استفاده کنم دیگه معنی نمیده، بهتره که من از کدنویسی فش استفاده کنم. خب این حالت میاد برای شما از مقدار اکسپرس 1 به اکسپرس 2 میره یه حلقه رو با تغییر اکسپرس 3. من اگر اکسپرس 3 رو وارد نکنم مقدار 1 در نظر گرفته میشه. دقت داشته باشید این مقدار متغیر اینتیجر هست. این رو ببینید، من با مثال بگم، من می نویسم فش دیفاین سام n، یک مقدار n، یک تابه که مقدار n رو هر جا که در داخل این تابه من n رو فراخوانی کردم مقداری که حالا بعداً استفاده میکنم اون رو قرار بده در داخل کل تابه، مثل متغیر نیست، این حالتش دیگه از اون حالت بیرون میشه. بعد از اون من میگم به صورت لوکال اس رو مسایز با صفر قرار بده، یعنی که اگر این تابع تموم شد دیگه اس من کاربردی نداره، فقط برای محاسبات لازم دارم، یک متغیر کمکیه. بعد از اون من میگم لوپ لوکال، لوکال و گلوبالش، الان اینجا من گلوبال لزومی نداره بنویسم چون دیفالت گلوبال هست. اگر لوکال بنویسم بدین معنی است وقتی که از اند لوپ خارج شد فقط مقدارش برای من خارج بشه، دیگه من این آی رو لازم ندارم. فرضاً من اگر اینجا هم دوباره آی رو تعریفش کنم، آی جایگزین یک مقدار جدید میشه، یعنی یک مقدار جدید در نظر گرفته میشه، یک متغیر جدید دیگه، این در واقع تلف میشه، این در واقع از حذف میشه. میگم که بین 1 تا 10، چون من اکسپرس 3 رو در نظر نگرفتم، یک عدد 1 2 3 4، حالا تا n، عدد n میره جلو، کل این حلقه رو دور میزنه تا وقتی که این شرط تموم بشه. شرط من چیه؟ شرط من اینه که s رو مساوی، به علاوه مساوی i قرار بده. i که من اینجا تعریف میکنم از 1 تا هر عددی هست. من اگر از 1 تا 5 باشه میاد از 1 شروع میکنم، میگه 1. خب اینجا s به اضافه 1، s که اینجا 0 بود، 0 به اضافه 1 میشه 1، مساوی 1 قرار میدم. خب برو ادامه، الان میام اینجا عدد دوم میشه عدد 2 میشه 2، اینجا میشه، اینجا که 1 بود، 1 به اضافه 2 مساوی میشه با 3، 3 قرار میده اینجا رو، اس رو 3 قرار میده، دقت داشته باشید اس رو برابر 3 قرار میده. خب اگر بره عدد 3 میگه که اس 3 بود اینجا چون جایگزین شد دیگه، برای مساوی این قرار داده شد، میگه که 3 برابر اضافه، چون اینجا 3 شده، اینجا عدد 3 هم داشتیم، 3 به اضافه 3 میشه 6، این اس رو مساوی 6 قرار بده. خب اگر بشه 4، اینو میگه که اینجا 4 چون هم از 10ش یا هر عددی که اینجا قرار میدم کمتره، حالا من مثالشو 10 آوردم، میگه که خب اینجا که 6 داشتیم به اضافه 4 میشه 10، این علامت به اضافه. بعد از اون مساوی 10، یعنی اس رو برابر 10 قرار میده. من اگر اینو 1 و 4 در نظر بگیرم نسبت باید 10 به دست بیاد. من اگر این رو اجرا کنم، نتیجه ها رو من مقایسه کنم با هم، سام 0 هست، من اگر اینو برابر 4 قرار بدم فرضاً، ببینیم نتیجهش چی میشه. حالا من شاید توی محاسباتش یکم، ببینید مقدار 10 به دست اومد، مقدار تابع هم و هم چون اینجا اس من 10 هست، اینجا میشه میگه 10، چون الان این n رو دیگه تعریف برای من معنی نمیده چون من اینجا دستی تعیین کردم. الان اینو البته اون n رو برگردونم که n بشه، من اینو تغییرش میدم، اینو فرضاً 4ش میکنم دیگه، همون مقدار فرقی نمیکنه. اینو ببینید 10 شد. این برای حالتیه که اینجا من این رو قرار دادم، فرضاً من این مقدار رو خیلی کار دارم، میام اینجا دیگه متغیرهایی که هستن فرضاً در داخل یک فرمول یا یک مسئله خیلی بزرگ، اگر فکر کنم کدها رو نشونتون بدم خیلی قشنگ بتونید درک کنید، من فرضاً 10 تا متغیر دارم، اینجا 10 تا متغیر رو پشت سر هم در داخل در جلوی این تابه می نویسم، بعدن اینجا میام فقط اونها رو ست میکنم، دیگه لزومی نداره اینجا بیام در داخل خود فرمول هم بیام اونها رو تغییر بدم، اینجا میام اونها رو تعریفشون میکنم، بعدا میام هر جا که لازم بود در آخر مدل در
وسط بعد از این تابع بهش اینجا فرزن یا در اینجا حتی جایی که من مدل نیو رو تایپ نکردم. اینجا من اگر 10 رو قرار بدم فرزن، بایستی عددهای 1 تا 10 رو بیاد جمع کنه که حدود 55 میشه. بعد خب بعد از اون من برای حالتی که گفتم، من اینجا چون اکسپرس 3 رو وارد نکردم، من اینجا دو عدد 2 رو وارد میکنم که دوتا بره جلو. دقت داشته باشید، من اگر اینجا باز تابع همونه دیگه فرقی نمیکنه، من بیام اینو اجرا کنم، فقط اینجا 1-2 اضافه شده، مثل اون حالت قبلی میاد عددهای زوج رو جمع میکنه. دقت داشته باشید عدد 30 به دست میاد. اگر عددهای زوج بین 0 تا 10 رو 1 تا 10 رو محاسبه کنید، 2 4 6 8 10. خب چیز دیگه ای که باشه، دستور یا بگیم حالت ول هست، لوپ ول اکسپرس 1 تست اکسپرس 2. این حالت برای حالتیه که شما میخواید یک تست یا حالت قرار بدید، وقتی که تست قبول هست و درسته، میاد اون شرایط یا اون حلقه رو برای شما انجام میده. فرضاً شما اینجا میخواید که یک شرط رو بذارید، بذار شرط های if. ببینید که من نوشتم که اینجا fetch define some even 1 even n، بعد از اون دو تا لوکال، دو تا مقدار در نظر گرفتم، در اینجا میخوام عددی جمع عددها رو محاسبه کنم. میگم که لوپ ویل تا جایی که i کوچکتر مساوی n هست یک شرطی قرار دادم. این شرط رو ببینید، من شرط رو قرارش دادم i و n دوتاش، این در واقع دوتا اکسپرس من هستن و این شرط من هست. تا جایی که i کوچکتر از n هست، فرضاً میخوام عددها رو محاسبه کنم. تا جایی که توی سی پلاس پلاس اینا هم داشتیم، تا جایی که ضربشون دیگه تأثیر داره. فرضاً من میخوام ببینم که ضرب عددها رو تا جایی که یک به توان n بزرگتر از اون باشه. فرضاً ببینید 3 ضرب در 3 9 میشه، 2 ضرب در 2 4 میشه، خب 2 به توان 2، ولی خب 3 ضرب در 4 میشه 12، ولی 2 به توان 3 میشه 8، 3 ضرب در 5 میشه 15، ولی 2 به توان 4 میشه 16. میخوام این شرط رو ایجاد کنم، وقتی که 2 به توان n بزرگتر از 2 ضرب در n شد، شرط برای من بیاد بیرون. همین چیزی که فرض اینجا اومدم گفتم، وقتی که i کوچکتر از n باشه. این شرط رو ببینید، من اینجا میگم که s رو به اضافه i کن مساوی در واقع همون s قرار بدی، همون مقدارش حاصل جمعش. بعدم میگم که آی رو به اضافه مساوی 2 کن، یعنی اون مقداری که اینجا آی بود فرضاً 2 بود، 4ش کن، 4 6ش کن. اینجوری در آخر تا جایی که این شرایط پیش میره تا جایی که این آی میشه بزرگتر از n. دقت داشته باشید، من اگر این رو اجرا کنم، نتیجهشو ببینید 55. حالا باز شبیه اون هست، ولی خب یک شرطیه. خب من اگر اینها رو تغییرش بدم، شاید من فرضاً اینو 11 بدم، هم تقریبا همین حالت پیش میاد، ولی خب شرطیه که در واقع برای اون در نظر گرفته میشه. حالت بعدی که داریم حالت اینیشیالایزش هست. ببینید شما پیش میاد که یک مقدار رو در واقع در یک حلقه قرار میدید، ولی بعد از هر محاسبات به یک مودیفایر نیاز دارید، به یک مودیفای چیزی که لازم هست. خب بدین شکل شما میاید که لوپ فور، از لوپ فور استفاده میکنید. دقت داشته باشید اینها فقط لوپ هستن، لوپ این لوپ ویل هست، این لوپ فور هست، یعنی اینها همش زیر گروه لوپ هستن، این حلقه هستن. میگم که اون مقدار رو اینیشیالایزش کن، یعنی که هر مقدار رو در نظر، هر بار رفتی پایین محاسبات رو انجام دادی اومدی بالا، این مقدار رو دوباره اینیشیالایزش کن. اینجا میگم محاسبات انجام بده، ولی اومدی بالا این مقدار، چون من فرضاً لازم دارم فقط یک مقدار رو، نه اینکه همشون رو، میخوام یک سری مقدار رو تست کنم، فقط ببینم اون جایی که حلقه من داره تموم میشه اون حد بیشترین عدد رو برای من نشون بده. فرضاً اینجا که لوکال i مساوی با 1 قرار دادم،
میگن که آی هم کوچکتر مساوی این باشه این تستمه، اگر این شرط برقرار باشه برو انجام بده یک بار، برو این اس رو به اضافه من های آی کن. فرضاً آی رو من این رو 10 گرفتم، یک آی که اینجا یک هست برابر کوچکتر از 10 هست، بله خب بیا دوباره به اضافه کن، جمعش کن ببر بالا، خب اینجا به اضافه دوش کن، اینجا ببین دوباره یکش میکنی، نه اینکه این مقداری که اینجا قرار دادم، اینجا فقط برای من مشاهده هست، اینجا میاد دوباره آی رو یک میگیره نمیره دو، بعد میگه آی کوچکتر مساوی این دو هست این هست، میگه بله چون این من دهه، چون الان اینجا دوباره یکه دوباره قبوله، ولی خب میگه که آی رو به اضافه دو کن، میشه چند؟ میشه سه، عدد سه، اینجا همون جمع عدد منفی هم هست تقریبا، میشه سه، پس صد سه درسته، برو بله جمعش کن. خب اگر نیست دیگه شرط بعد از اون میشه 5، بعد از اون میشه 7، بعد از اون میشه 9. چیزی که من اگر این رو اجرا کنم، البته مدلی هم ما نمی نویسیم، خب اینو اجرا میکنم، مقدارش شد 25، جمع عدد مثبت جمع عدد مفرد زیر 10 میشه 25. حالت بعدی که باشه for each هست، این در واقع کیورد خیلی کلیدی است، خیلی کاربردیه که البته ببینیم در ادامه باید اون رو توضیح بدیم، چون ما اگر اینجا اگر بخوام توضیح بدیم باید یک سری کد ها و یک سری روابط، حالا جلسه قبل که قرار اونها رو توضیح بدیم اینجا تشریحشون کنیم بعدا استفاده کنیم. خب ببینید پیش میاد که شما میخواید از کد های استفاده شده یا از شرایطی که استفاده شده استفاده کنید، فرضاً میخواید ببینید که مختصات زون ها رو دیگه بخواید کد نویسی کنید، مختصات زون ها رو اگر در کتابخانه موجود نباشه دیگه خیلی برای شما سخت میشه.